site. Well, that passes, maybe come out. ایگو خرج کردم که از رخت خواب بلند شم. واقعا دیشب پرواز من ساعت 3 بعد از شب نشست. عرض به حضورتون باشه که بریم شروع کنیم. خانوم روز فرستادی برام بچه کی میفرستاد برام جزوه دست نویس جلسه پیشو نفرستاده. سلام سلام، صدا منو داری؟ خب مائده میفرسته. آها میفرسته. روز کی بود؟ ده تا نکته رو گفتیم. چون ده تا نکته رو بهتون گفته بودم، ده تا نکته برای حل مسائل غلظت. تست 6 حل کردیم درسته؟ به نه، تست 8 هم زدیم، تست 11 هم زدیم، تست 12 و 13 و 17 و 18 برکه الله چقدر زدیم. خب پس باید بریم الان سراغ قسمت بعدی. مایده اینو لطفا قبل از کلاس بفرست که سر کلاس معطل نشیم. خب عرض به حضورتون باشه که بریم سراغ ادامه. ادامه میشه ماجرای چی؟ میشه ماجرای انحلال گازها و بحث در واقع محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت مال فصل 1 12 و به علاوه اون ماجرا و قصه چی؟ ماجرا و قصه عرض به خدمت شریفتون باشه که احتمالاً نمیدونم برسیم یا نه، ولی یه تیکه اول فصل 1 12 رو هم استارت بزنیم. بریم شروع بکنیم. قصه چیه؟ قصه اینه که ما یه چیزی داریم به نام انحلال گازها در آب. انحلال گازها در آب. کتاب درسی ما صرفا انحلال گازها رو در آب بررسی کرده و معتقده که این انحلال گازها در آب به 3 عامل بستگی داره. عامل اول نوع گاز،
عامل دوم در واقع دما، عامل سوم فشار. این سه تا عامل عوامل تاثیرگذار بر انحلال پذیری گاز. حالا میگیم انحلال گازها در آب میره بالا، انحلال گازها در آب میره بالا وقتی که چه اتفاقی میفته؟ وقتی که یه گاز قطبی باشه، قطبی تر باشد. اصطلاحا من چرا میگم قطبی تر باشد بچه ها؟ دلیل این که میگم قطبی تر باشد اینه که در واقع ما یه چیزی داشتیم اگه خاطرت باشه به نام مومان قطبیت یا مو یا میو. گفتیم هر چقدر برایند بردارهای قطبیت یا مومان قطبیت یا مو یا میو بیشتر باشه یه اتفاق میفته. چه اتفاقی؟ اتفاق این هستش که این در واقع چیزه گاز قطبی تره. بعد نمیدونم یادت بیاد یا نه، برای H2O و H2O گفتم فقط باید بدونی که H2O بیشتره. حالا اگه بگی یه گازی دارم X یه گازی دارم Y، اینا در واقع جرمهای تقریبا مشابهی با هم دارن و جفتشون هم قطبیه، ولی یکیشون مثلا میوش هستش 1، یکیشون میوش هستش 2، انحلال پذیری کدوم بیشتره؟ میگیم اونی که قطبی تره، یعنی موش چیه؟ بیشتر. این اولی. دومی چی؟ دومی میگیم آقا انحلال گازها در آب میره بالا زمانی که دما کمتر بشه، یعنی با دما رابطه عکس داره. اگر من بخوام برای این یه نموداری رسم بکنم انحلال گازها در آب رو، یه نمودار این ریختی خواهد بود که این میشه انحلال پذیری، اینم میشه دما. بعد اون وقت میبینیم که چی؟ اینجا صفر و صفر جفتشونه و اون وقت میبینیم که هر چقدر که داره انحلال گازه دما زیاد میشه، انحلال گازه داره در آب چی میشه؟ کم میشه. بعدی هم فشار. با فشار چه رابطه ای داره؟ با فشار رابطه مستقیم داره انحلال گاز. یعنی هر چقدر که فشار بیشتر باشه انحلال گازه هم بیشتر. اگر بخوام این یکی رو توی یه نمودار بهت نشون بدم، یه نمودار این ریختی خواهد بود. خب که این صفر و صفره، این انحلاله، این دفعه این فشاره. بعد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اینجوریه نمودار. این در واقع نمودار و این رابطه‌ای که بین انحلال پذیری گاز و فشار هست رو بهش میگیم قانون هنری. این قانون هنری یه حرفی میزنه. حرف حساب قانون هنری چیه؟ حرف حسابش اینه که اگر فشار دو برابر شود، اگر فشار دو برابر شود انحلالم چی میشه؟ سلام علیکم احوالش. انحلال گازم چی میشه؟ دو برابر میشود. بله 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 فعلا که مشکل. انحلال گازم دو برابر میشود. یعنی چی؟ یعنی فلواقع این داره قانون هنری میگه رابطه انحلال پذیری و گاز همون جوری که میبینی نمودارش خطیه یا رابطه خطیه. خب رابطه خطی به چه معناست؟ رابطه خطی به این معنا هستش که فشار داره دو برابر میشه، انحلال هم دو برابر میشه. ها یه رابطه خطی دارن با هم دیگه، فشار و انحلال. نمودارش هم به تبع خب چی میشه؟ خطی میشه. این حرفاییه که ما باید راجع به انحلال گازها بدونیم. مضاف بر این که یک حرف دیگه هم، یعنی چند تا نکته هم باید بدونیم. نکته هامون چیه؟ نکته های ما در واقع دو تا نکته باید بلد باشیم راجع به اینا. نکته اولمون میگیم آقا ترتیب انحلال پذیری چند تا گاز رو حفظ باش. ترتیب انحلال پذیری
ترتیب انحلال پذیری چند تا گاز رو حفظ میشه و اون چند تا گاز هم فقط گازهایی که توی نمودار کتاب، اون ستایی که توی نمودار کتاب کشیده نیست، یه خورده بیشتر از اون داستان. من میگم گاز H3 بیشتر از NH3 در آب حل میشه، گاز H3 بیشتر از گاز NH3 در آب حل میشه، گاز NH3 هم بیشتر از گاز CO2 در آب حل میشه، گاز CO2 هم بیشتر از NO در آب حل میشه، NO هم بیشتر از O2 در آب حل میشه، O2 هم بیشتر از چی در آب حل میشه؟ N2. درسته؟ این ترتیب رو اولا حفظ باشی، همین 5 تا دونه رو بلد باشی، 6 تا دونه رو بلد باشی، کفایت میکنه برای اینکه به تمام سوالهای ترتیب انحلال پذیری گازها بتونید جواب درست بدید. یه نکته دیگری هم که داریم چیه؟ نکته دیگری هم که داریم بحث اینه که اگر در یک آبی ما نمک حل بکنیم، اگر در یک آب نمک حل شود، در نتیجه انحلال پذیری گازها، انحلال پذیری گازها میاد پایین. حالا آقا نیک بیما، بله، این چه اهمیتی داره؟ اهمیت این خودش رو توی این جمله نشون میده که اگه مثلا به ما بگن که اکسیژن در آب دریا بیشتر حل میشه یا در آب مقطر، یا همچین سوالی بپرسن بتی، یا سوال داری؟ اگر از ما بپرسن اکسیژن در آب دریا بیشتر حل میشه یا در آب مقطر، چیزی که ما بهشون میگیم چیه؟ میگیم آب مقطر. چرا؟ چون انحلال پذیری گازها در آبی که توش نمک حل شده و میدونیم که آب دریا توش پر نمکه چیه؟ انحلال پذیری در واقع گازها تو آب دریا که پر نمکه کمتره. این حرفاییه که من راجع به انحلال پذیری گازها میتونم بزنم. تا اینجا سوال؟ خب اگر تا اینجا شما سوالی نداشته باشی، اگر تا اینجا شما سوالی نداشته باشی، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ مسئله رسانایی محلول ها. اما من میخوام این مسئله رو خیلی عمیق‌تر بگم. دلیلش هم اینه که ما یک جایی در فصل 2 شیمی 12 خیلی زیاد، در واقع یه پوینت خیلی مهم میداره این مسئله توی فصل 2 شیمی 12، و اگر این حرف من رو الان نفهمی، حرفم در فصل 2 شیمی 12 رو هم نمیفهم. خب پس خوب گوش شش تو واکو ببین من دارم به چی. ببین من میگم اولین بحث شروط رسانایی الکتریکی یک ماده، شروط رسانایی الکتریکی یک ماده چی هست؟ یه ماده برای اینکه رسانا باشد دو تا شرط داره. یک ماده برای اینکه رسانا باشد دو تا شرط داره. شرط اول رسانایی یک ماده چی هستش؟ اینه که من میام اینجوری میگم. میگم چی؟ میگم که ماده باید، ماده هم نگیم، بگیم یک جسم. شروط رسانایی یک جسم اگه بخواد باردار باشه دو تا شرط داره، یه شرط لازم یه شرط کافی. شرط لازم و کافی چیه؟ خوب گوش کن. اول میگم چی؟ میگم که آقا با اون جسم باید
دارای ذرات باردار باشد، اون جسمه باید دارای ذرات باردار باشد. بعد وقتی من حرف از ذرات باردار میزنم، احتمالا تو میفهمی که منظور من از ذرات باردار چیه، احتمالا تو میفهمی که منظور من و داستان من و پوینت من از قصه ذرات باردار یعنی چی، یعنی کی، یعنی فی الواقع ما چی خوندیم؟ ما خوندیم که مواد ما کوچکترین ذرات سازنده شون یا اتم یا یون یا مولکول یا در واقع دریای الکترون، یکی از این چهار تا سیده. حالا بین این چهار تا اتم که باردار نیست پس چی؟ مولکولم که باردار نیست پس چی؟ یون بارداره پس اون جسمه، اون مادهه اگه بخواد باردار باشه یا باید ترکیب یونی باشه یا باید چی باشه؟ یا باید یک ترکیب یا یک جامد فلزی باشه، چون ذرات سازنده ترکیبات یونی یونه، ذرات سازنده ترکیبات فلزی هم دریای الکترونه. این دوتا بار دارن، مولکول و اتم بار ندارن. پس من رسانایم رو راجع به یونها، یعنی ترکیبات یونی و ترکیبات فلزی پیش میبرم. قصه دوم و پوینت دوم یا حالا شرط مثلا لازم رو بگیم. گفتیم شرط کافی چیه اون وقت؟ شرط کافی برای اینکه یک جسم رسانا باشه، شرط کافی برای اینکه یک جسم رسانا باشه چیه؟ شرط کافیش اینه که ذرات سازنده باید قابلیت حرکت داشته باشن. بعد اون وقت این که میگم قابلیت حرکت داشته باشن، اون وقت این برمیگرده به چی؟ این برمیگرده به سیستم و داستان کی قابلیت حرکت داشته؟ برمیگرده به سیستم و داستان حالت فیزیکی. یعنی چی نیک به ما توضیح؟ ببین قابلیت حرکت داشتن، قابلیت حرکت داشتن ذرات این ریختیه و این مدلیه که این ربط داره به حالت فیزیکی. یعنی یک ماده یا حالت فیزیکیش جامده یا حالت فیزیکیش مایعه یا حالت فیزیکیش گازه. فصل دو شیمی 11 شماها میخونید که جامدها فقط حرکات ارتعاشی دارن، یعنی سر جای خودشون فقط میلرزن، این که حرکت نمیشه. مایا حرکت لغزشی دارن، روی هم سر میخورن. و گازها حرکات انتقالی دارن، یعنی حرکات کاتورهی به تعبیری، نامنظم و غیر قابل پیش بینی. خب پس این که کسی جامد باشه به دردم نمیخوره، رسانایی گازها بررسی نمیشه اصلا، پس فقط میمونه چی؟ پس فقط میمونه مایه ها. اوکی؟ فقط میمونه مایه ها، چون جامدها بررسی نمیشه. به خاطر همینم میگیم ترکیبات یونی، اگه خاطرت باشه میگفتیم ترکیبات یونی، اینو توی قصه ترکیبات یونی من گفتم خدمتتون، ترکیبات یونی
در حالت مذاب و محلول رسانا و در حالت جامد نارسانا. در حالت جامد نارسانا هستن. یادت میاد اینو گفتیم ترکیبات یونی در حالت مذاب و محلول رسانا هستن، در حالت جامد چی هستن؟ نارسانا. این نکته اول. نکته دومی که باید توجه تو بهش جلب کنم اینه که باید بگم گرافیت با این که یک جامد کوالانسی است، با این که یک جامد کوالانسی است، اما به واسطه شبکه بلورش رسانایی الکتریکی دارد، بعد نکته بعدی چی؟ نکته بعدی هم این که ما وقتی که میگیم که آقا جون ترکیبات فقط جامدها رسانه ها، میگیم جامدهای فلزی به واسطه شبکه بلورشان در حالت جامد هم رسانا هست. این هم نکته سفر. پس چی شو؟ پس من رسانایی، شرط رسانایی اینه که اون جسمی که قرار رسانا باشه، اون مادهی که قرار رسانا باشه، باید دارای ذرات باردار باشه که ذرات باردار یا یون میشه یا دریایی الکترون. فقط بین ترکیبات کوالانسی که در واقع اتم ها ذرات سازندشون هستند، بین ترکیبات کوالانسی، این جامدهای کوالانسی که اتم ها ذرات سازندشون هستند، این اتم ها جامد کوالانسی رو میسازن و در واقع این مولکول ها جامد مولکولی رو یا ترکیب مولکولی رو ها، اینها در واقع رسانایی درشون وجود نداره چون ذراتشون باردار نیست. ولی در بین همه جامد کوالانسی ها، اون پنجتایی که قرار بود ما بشناسیم، گرافیت میتونه رسانا باشه به خاطر شکل خاص شبکه بلورش که تو فصل 3 شیمی 12 میخونیم. بعد اون وقت میمونه اینایی که بار دارن ذراتشون، شرط لازم ترکیب یونی و ترکیب فلزی. حالا این ترکیب یونی و ترکیب فلزی، یا حالا مثلا اونو نوشتم جامد، اینم بنویسم جامد، جامد یونی و جامد فلزی ها، این جامد یونی و جامد فلزی که ذرات سازندشون بار داره، این شرط لازمو دارن. شرط کافی اینه که ذرات سازنده بتونن حرکت هم بکنن، که این که بتونن حرکت کنن ربط داره به حالت فیزیکی. حالت فیزیکی هم اگه جامد باشن قابلیت حرکت ندارن، مایع باشن یا گاز باشن قابلیت حرکت دارن، که رسانایی توی گازها بررسی نمیشه، رسانایی در گازها بررسی نمیشود. پس هیچی ولش کن، میمونه مایع. فقط چی؟ فقط این که پس توی جامدها، نتیجه همه حرفای ما هست، نتیجه همه حرفای من اینه که چه کسانی میتونن رسانا باشن؟ کسایی که میتونن رسانا باشن اینان: ترکیب‌های یونی در حالت مذاب و محلول،
چون ترکیبای یونی در حالت جامد نارسانان چون قابلیت حرکت نداره. ترکیبات فلزی در حالت جامد و مذاب و گرافیت، اینها میتونن در واقع رسانا باشن. کسانی که رسانا هستند اینا. بعد اون وقت من باید به این یه چیزی اضافه بکنم، به این باید یه چیزی اضافه بکنم به نام چی؟ که میخوام حالا راجبش هم حرف بزنیم. برخی محلول، برخی ترکیبات مولکولی، اینا هم میتونن رسانا باشن. پس نتیجه حرفای من، چه کسایی میتونن رسانا باشن؟ ترکیبات یونی در حالت مذاب محلول، ترکیبات فلزی در حالت جامد و مذاب، گرافیت و محلول برخی ترکیب‌های مولکولی. تا اینجا سوال تا اینجا هم سوال. میریم سراغ قصه بعدی. قصه بعدیمون چیه؟ قصه بعدیمون در واقع در رابطه با اون شروط رسانایی بود. خب حالا من میخوام برم سراغ انواع رسانایی. انواع رسانایی یعنی چی؟ یعنی حالا این موادی که من به این نتیجه رسیدم رسانان، اون چارتایی که گفتم، چگونه رسانایی انجام میدهند. سوال اینه چگونه رسانایی انجام میدهند. ما دو مدل رسانایی داریم. یکی رسانایی به وسیله جابجایی الکترون، که به کسایی که به وسیله الکترون در واقع رسانایی الکتریکی انجام میدن، کسایی که به وسیله الکترون رسانایی الکتریکی انجام میدن، ما چی میگیم؟ اصطلاحاً بهشون میگیم الکترود کسانی که به وسیله در واقع الکترون رسانایی الکتریکی رو انجام میدن بهشون میگیم الکترود. و یک دسته، یک جور دیگه، یه مدل دیگه هم از رسانایی داریم، رسانایی به وسیله جابجایی یون. و اونهایی که یون جابجا میکنن و با جابجا کردن یون رسانان، اونها رو بهشون میگیم چی؟ اونها رو بهشون میگیم الکترولیت. پس چی شد؟ ما یه چیزی داریم الکترود، یه چیزی داریم الکترولیت. الکترود چی های نیک بی ما؟ الکترود یک جسم جامد رساناست، جسم جامد رساناست. و الکترولیت چیه؟ الکترولیت یک مایع رساناست. الکترولیت چجوری رسانایی انجام میده؟ با جابجایی یون. الکترولیت با جابجا کردن یون ها رسانایی انجام میده. و اون وقت چی؟ و اون وقت الکترود به وسیله چی رسانایشو انجام میده؟ الکترود به وسیله جابجایی الکترون. پس کسی که با جابجا کردن الکترون رسانایی انجام میده الکترود نام داره، و کسی که با جابجا کردن در واقع یون رسانایی انجام میده بهش میگیم الکترولیت. حالا با توجه به اون چهار دسته‌ای که گفتیم، الکترود که میگیم جامد رساناست، این الکترود
که جامد رساناست چه کسانی میتواند باشد؟ الکترود یا باید یه فلز باشه یا کی باشه؟ یا گرافیت. یا فلز رو بهش میگیم الکترود یا گرافیت رو. چرا؟ چون وقتی داشتیم شروط رسانایی رو مطرح میکردیم به این نتیجه رسیدیم که ترکیبات فلزی در حالت جامد و گرافیت هم که حالتش جامده این در واقع چیه؟ اینا میتونن رسانا باشن. و اون وقت در حالت مایع هم ما کیو داریم؟ ترکیبات یونی رو داریم و برخی ترکیبات مولکولی. حالا ترکیبات یونی من چرا گفتم مایع؟ چون میتونم بگم مذاب ترکیبات یونی یک مایع رساناست. بعد دیگه چی؟ محلول ترکیبات یونی، ترکیبات یونی وقتی تو آب حل بشن، و برخی محلول برخی ترکیبات مولکولی. اینها میتونن کسانی باشند که رسانات. این دخترمون سوال پرسیده که یک بچه‌ای سوال پرسیده که مگه نگفتی جامد رسانا نیست؟ اله خانم جوادیه، اله اون جوابی که بهت داد جواب غلطی نیست ولی جواب کاملی هم نیست. این که ترکیبات جامد رسانا نیست، بله. چرا؟ چون قابلیت حرکت نداره. اما من میگم ترکیبات در واقع جامدی مثل گرافیت و مثل فلز رسانا هست. چرا؟ چون گرافیت شکل شبکه بلور گرافیت، حالا تو فصل در واقع چیز میخونید، فصل 3-12 میبینید، این شبکه بلور گرافیته. خب این شبکه بلور گرافیت این همچینک لایه لایه است. خب بعد این لایه لایه ها، این لایه لایه ها که از جنس کربن هم هستند، هم همش کربنه. اینجا این گرافیت اگه در نظر بگیریم، اگه این رو گرافیت در نظر بگیریم که همش هم کربنه، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که در این لایه ها الکترون میتونه همچینک وول بخوره. الکترون میتونه وول بخوره در این لایه ها. بین این لایه ها یه سری الکترون های آزادی وجود داره که میتونه برن و بیان. این پوینت اول. راجب فلزات هم که من میگم جامدن ولی رسانان، فلزات رو گفتیم شبکه بلورشون چه ریختی خواهر من، شبکه بلور فلزات رو گفتیم که در واقع دریای الکترون شما در نظر بگیر. شما یه دریایی در نظر بگی از الکترون. این فلزات، بلور فلزات، بلور فلزات این ریختی هن که شما اینطور اگه فرضشون بکنی شبکه بلورشون در نظر بگیری جامده ها. نمیدونم اون جلسه ای که من داشتم توضیح میدادم شبکه بلورا رو بود یا نه، این جامده ها مایه نیست. اما چرا بهش میگم دریا؟ چون یه جا مثل آدم وا نمیسته، بعد این چیزی که مثل دریا میمونه این دارای بار منفیه، بعد یه سری بار مثبت هم اینجا هستن. بعد این دریاه در کل اگه در نظرش بگیری این دریاه خونساست. چون اینا این گلوله هایی که داری میبینی، من مثال زدم گفتم بری دریا توپ بندازی تو آب، آب دریا میشه الکترون، توپا میشه بارای مثبت. وقتی که یک الکترونی از اینجا وارد بشه، این البرن که این خونسا بودن به هم نخوره، یه دونه الکترون از اینجا چی میشه؟ از اینجا خارج میشه. یعنی الکترونی که میبینی اینجا خارج میشه. برای اینکه این در کل این شبکه بلوره خونساست، برای اینکه این خونسا بودن به هم نخوره، یه دونه از این سرش که میاد از اون سرش یه دونه الکترون پرت میکنه بیرون
که این شبکه بلور در کل خونسا بمونه. الان فکر کنم باید بهتر فهمیده بشیم. اون نکته ای که اون دوستمون گفت نکته درستی بود، ولی حفظیه، من نمیخوام حفظ کنی، میخوام بفهمید. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این که حالا اوکی، ما پس فهمیدیم الکترود یه جسم جامد رساناست، یعنی فلز میتونه الکترود باشه، و گرافیت الکترولیت یک مایع رساناست، یعنی مذاب ترکیبات یونی و محلول ترکیبات یونی و محلول برخی ترکیبات فلز. اما از همه اینا که بگذری، من الان بحثم راجع به الکترولیت هاست. یعنی رسانایی در محلول ها. یعنی چی چی؟ بگو. بچه الکترولیت یعنی چی چی؟ الکترولیت یعنی رسانایی در محلول ها که ما اینجا میخوایم بررسیش بکنیم. اما من قبل از اینکه این رو بررسی بکنم، میخوام برم سراغ چی؟ میخوام برم سراغ رسانایی در محلول ها رو بررسی بکنم. باز به عنوان مقدمه میخوام برم سراغ نحوه انحلال حل شونده. نحوه انحلال حل شونده چه کوفتی های نیک به ما؟ ما راجع به محلول با هم حرف زدیم، راجب حلال با هم حرف زدیم، راجب حل شونده با هم حرف زدیم، و توی جزوه قرار بوده تو بخونی و مطمئنم که نخوندی راجب نحوه انحلال حل شونده. خب بعد چون آدم حرف گوش نکنی هستی و گوش نمیدی، من مجبورم الان توضیح بدم دوباره. نحوه انحلال حل شونده ها، حل شونده ها دو مدل حل میشن کلن. بعد ببین، من یه دفعه حرف زدیم دیگه، یه دفعه هم راجع به مسئله حرف زدیم که ما انحلال رو در کیا بررسی میکنیم. ما قصه انحلال رو در ترکیبات یونی و ترکیبات مولکولی بررسی میکنیم. نمیدونم یادت بیاد یا نه، این برات نوشتم اونجایی که داشتم معنی انحلال رو مینوشتم، گفتم کوچکترین جزء ممکن، بعد رسیدیم به این مسئله. خب حالا کوچکترین جزء ممکن یا اتم یا مولکول یا یونه یا دریای الکترونه، بعد گفتیم انحلال ترکیبات فلزی و ترکیبات کووالانسی بررسی نشده، فقط انحلال این دوتا بررسی شده. نحوه انحلال حل شونده ها دو جوره، دو مدله. بفهم دارم چی میگم. مدل اول و داستان اول و طور اولی که حل میشن اینه. میگیم چی؟ میگیم وقتی که حل میشن پس از انحلال، یا وقتی که حل میشن یون تولید میکنند. این مدل اول، یعنی وقتی حل میشن یون تولید میکنند. یک مدل دیگری هم داریم که اون به صورت مولکولی حل میشن. حالا سوال، وقتی که اینها یون تولید میکنند، وقتی که موقع حل شدن یون تولید میکنند، اینهایی که موقع حل شدن یون تولید میکنند، اینها چه کسانی هستند که موقع حل شدن یون تولید می کنند؟ کسانی در هنگام حل شدن یون تولید می کنند که چه اتفاقی براشون بیفته؟ یعنی چجوری این کار رو می کنند؟ اسم این کار چیه؟
اولی رو میگیم چی؟ اولی رو میگیم تفکیک شدن. اولی رو میگیم چی؟ اولی مدل حل شدنی که منجر به تولید یون میشه رو بهش میگیم تفکیک شدن، و دومین مدل حل شدنی که یون تولید میکنه رو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم یونیده شدن. حالا فرق این تفکیک شدن و یونیده شدن چیه؟ کلمه تفکیک از کجا میاد؟ نمیدونم شنیده باشی یا نه. مثلا میگن یه مغازه‌ای رو رفتیم پلم کردیم، بعد رفتیم مغازه رو فک پلم کردیم. فک پلم یعنی پلمپش رو شکستیم، یعنی پلمپش رو وا کردیم. یا مثلا میگن چی؟ یا مثلا میگن که آقا مثلا این منفک شده. خب نمیدونم شنیدی این کلمه ها رو، منفک شدن، فک پلم، فک رهن. خب اینا فک کردن یک چیزی به معنای جدا کردنه. خب به معنای جدا کردن، یعنی مثلا اگه یه نفر بیاد این لباس تن من در بیاره، این مثلا جلیقه من در بیاره، میگه چیکار کرد؟ میگه این فک جلیقه کرد، یعنی این لباس رو از این نیک پیما چیکار کرد؟ جدا کرد. خب نیک پیما این جلیقه‌شو در بیاریتنش، خب عوض نمیشه که، تبدیل به یک نیک پیمای دیگه نمیشه که، چیزی تغییر نمیکنه که، فقط لباسش داره جدا میشه. خودش نیک پیمای هنوز معلم شیمیه، هنوز قدش 1.87، هنوز وزنش مثلا چه میدونم 89 کیلوه، هنوز اینا همه هست. خب اینا همه هست. منفک شدن، تفکیک شدن، جدا شدن یک مدلی از انحلاله که این مدل انحلال که بهش میگیم تفکیک شدن، منفک شدن و یا جدا شدن، در چه کسانی رخ میدهد؟ در کیا رخ میده؟ منفک شدن، تفکیک شدن، جدا شدن، در فلواقع کیا؟ در ترکیبات یونی، در ترکیبات یونی، مخصوص ترکیبات یون. ببین من میگم وقتی که یارو حل بشه یون تولید میکند، ها حالا یه مدل از یون تولید کردن، یه جور از یون تولید کردن منفک شدن، جدا شدن، پاره پاره شدن، اربا شدن، نمیدونم چجوری بگم کلمه رو بهت، راه A و B از هم سر. حالا این مدل اربن اربا کی اربن اربا میشه؟ ترکیبات یونی، مخصوص ترکیبات یونی، مخصوص ترکیبات یونی هستش. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که رخ میده تفکیک شدن در ترکیبات یونی رخ میده، و منظور ازش چیه؟ منظور از این تفکیک شدن در ترکیبات یونی این هستش که آنیون و کاتیون، آنیون و کاتیون سازنده شبکه بلور یک ترکیب یونی، آنیون و کاتیون سازنده شبک ترک، آنیون و کاتیون سازنده شبکه بلور یک ترکیب یونی، پس از انحلال از هم جدا می شوند و به صورت یونهای آب پوشیده و به صورت یونهای آب پوشیده در می آیند. میفهمی چی میگم؟ شبکه بلور ترکیبات یونی یعنی آنیون و کاتیونه از هم جدا میشوند و اون وقت چیکار میکنن؟ و به صورت یونهای آب پوشیده در می آیند. این
پوینت اوله. آقا نیک به ما بله ما نمیفهمیم تو چی، تو میگی اربن اربام اربن اربا دیگه یعنی چی؟ یعنی چی بچه ها؟ یعنی چی یه ترکیب یونی رو شرح شرحش کنی اربن ارباش کنی یعنی چی؟ آها یعنی چی این قطع قطعش کنی؟ به چه؟ آها آها یونهای مثبت و منفی هم جدا میشه. یعنی پس چی؟ یعنی من اگر NaCl رو بندازم توی آب، اگر NaCl رو بندازم در آب، اتفاقی که میفته این بزرگوار، این بزرگوار NaCl یه حال جامدی داره، وقتی که بره تو آب تبدیل میشه به Na مثبت AQ آب پوشیده، به علاوه Cl منفی AQ، یعنی به صورت یونهای آب پوشیده جدا از هم در. یعنی چی چی؟ یعنی این که اینجا الان یه مول نمک ریختی تو آب چقدر یون تولید کرده؟ 2 مول یون تولید کرده. 1 مول نمک 2 مول یون تولید کرد. میفهمی؟ میفهمی یا نادانی؟ ببین مثلا اگر آلومینیوم سولفات که یک ترکیب یونیه و ترکیبات یونی در دمای معمولی جامدن، اگر این رو بندازی در آب انحلال درش رخ بده، این تبدیل می شود به 2 تا آل 3 بار مثبت AQ علاوه 3 تا SO4 دوباره منفی AQ. یعنی فی الواقع اگر من 1 مول از این نمک رو بیاندازم داخل آب، آنچه که حاصل می شود چیه؟ آنچه که حاصل می شود 5 مول یونه. 5 مول یونه. می فهمی؟ می فهمی؟ و این یونا به صورت آب. الان آلومینیوم سولفات وقتی رفت تو آب شرحه شرحه شد، پاره پاره شد، اربن اربا شد، تفکیک شد، کاتیون و آنیون منفک شدن. این تفکیک شدن، این منفک شدن مخصوص ترکیبات یونیه. یعنی ترکیبات یونی وقتی میروند توی آب چه میکنند؟ با ما چه میکنند؟ اینجوری تیکه تیکه میشن. خب اینو بهش میگن تفکیک شدن. حالا یه مدل دیگری هم از انحلالی داریم که منجر به تولید یون میشه، یعنی وقتی حل بشه یون تولید میشه. حالا تو خوشت بیاد یا نیاد این مدل رو هم داریم. این مدل اسمش چیه؟ اسمش هست یونیده شدن. اسمش چیه؟ اسمش هست یونیده شدن. اسمش چیه؟ اسمش هست یونیده شدن. یعنی چی؟ آینیک بیما، یونیده شدن منظور از یونیده شدن اینه که برخی ترکیبات مولکولی، نگاه کن، میگیم برخی ترکیبات مولکولی هنگام انحلال در آب، هنگام انحلال در آب ادای ترکیب‌های یونی را در می‌آورند، ادای ترکیب‌های یونی را در می‌آورند و یون تولید می‌کنند و یون تولید میکنن. ببین الان ترکیب برخی ترکیبات مولکولی
تأکید مؤکد دارن بزرگواران، ترکیبات مولکولی دارن ادا در میارن، دارن چیکار میکنن؟ دارن ادا در میارن. و ادای کیو در میارن؟ ادای ترکیب آیونی رو در میارن و هنگام انحلال در آب یون تولید میکنن. ببین ذات باطن، ذات درون باطن، ببین حرفمو بفهم، باطن ذات و درون ترکیب های یونی، ترکیب یونی از چی ساخته شده؟ آنیون و کاتیون، اون شبکه بلور که آرایش سبعدی و منظم و تکرار شونده کوچکترین ذرات سازنده ماده است. این کوچکترین ذرات یک ماده در ترکیب های یونی یونن. یعنی من اگر یک ترکیب یونی باشم، باطن ذات من، درون من، اصالت من، چیزی که من رو ساخته، اگر من ترکیب یونی باشم یونه. حالا من ترکیب یونی که در باطن ذاتم یونها اومدن یه همچین شکل سبعدی رو ساختن، اگه من رو ول کنی تو آب، من این یونهام از هم جدا میشن، از هم منفک میشن، از هم تفکیک میشن. ولی من اگر یک ترکیب مولکولی باشم، اون آرایش سبودی منظم تکرار شونده من از دیگه یون نیست، از چیه؟ مولکول. مولکول ما به هو مولکول بار ندارد. یون باردار است، مولکول ما به هو مولکول بار ندارد. یعنی اگر من یک ترکیب یونی باشم، من یون ندارم، منو یون نساخته، من درونم اصالت یون وجود نداره، درون من چی وجود داره؟ مولکول. حالا من وقتی برم توی آب، ممکن است، ببین میگم در برخی، ممکنه من اگه برم تو آب ادای ترکیب یونیه رو در بیارم، یعنی من که یون ندارم که، ولی اون یون داره میره تو آب، یوناش جدا میشن، من یون ندارم و میرم تو آب و موقع حل شدن در آب، من بی یون ادای ترکیب یونی رو در میارم و یون تولید میکنم. به این عمل میگویند یونیده شدن. پرنیان میراشه، یعنی الزامی وجود نداره. ممکنه تو یه ترکیب مولکولی باشی، بسته به خود ترکیب مولکولیه داره. ممکنه من دلم بخواد تقلید ترکیبای یونی رو در بیارم یا دلم نخواد. حالا یه سری ها که دلشون میخواد، یه سری ها دلشون نمیخواد. کیا دلشون میخواد، کیا دلشون نمیخواد رو من باید توضیح بدم. نه شرایطی نداره، بسته به خصلت، بسته به ذات. ببین رها، نگاه کن، مثلا بذار اینجوری بذار مثلا الان یه دونه از این دخترهایی که رو بورس رو نام ببری، خارجکی مثلا، یه دختری که رو بورس داره دیده میشه، همه نگاهش میکنه، چیه اسمش؟ یکی رو بگید. الان مانیا، اینو توضیح میدم، بذار یه مثال بزنم. یکی که رو بورس رو بگید دیگه، همه عداشو در میارن. هم خب چی بیلی؟ بیلی مگه اسم پسر نیست؟ بیل مگه اسم بیلی مگه اسم پسر؟ حالا همونی که شما، خب این خواهر بزرگوار حاج خانوم بیلی آیلیش، خب خواهر بزرگوارمون حاج خانوم بیلی آیلیش، خب این بزرگوار مثلا ممکنه که چیکار بکنه؟ ممکنه که مثلا یه روز صبحی از خواب بلند بشه، حال کنه که چیکار بکنه؟ حال کنه که مثلا رژ لب قرمز بزنه پشت چشش، هان، یا مثلا چه من رژ لب سبز بزنه پشت چشش، هان، حال اینجوری میشه. بعد مثلا چه میدونم دمپایی بپوشه با مثلا چه میدونم شروالی، خب یه رژ لب قرمزی بزنه پشت چشش، یه
دمپایی بپوشه با شهرولی بر تو خیابون یه عکس هم بگیره بذاره اینستاگرام. خب الان اون وقت وقتی این عکسش میاد توی اینستاگرام که این بابا رژ لب قرمز پشت چشش زده، مثلا ناخوناش هم چه میدونم آبی کرده، بعد شورتک پوشیده با مثلا چه میدونم دمپایی، خب یه عکس از خودش بگیره بذاره اینستاگرام، مثلا بگه که مثلا روش بنویسه که صبحت رو با انرژی شروع کن، خب مثلا یه همچین چیز. بعد کنسرتش هم باز رژ لب قرمز بزنه پشتش رو با دمپایی و شورتک بره، مثلا چه میدونم، حالا نمیدونم این یارو چی کار است، خواننده است، نوازنده است، بازیگره، هر کوفتی که است، اینو مثلا دعوتش کنن گرمی، بعد مثلا گرمی هم که داره میره باز اونجا هم مثلا یه دمپایی بپوشه، ناخونش رو آبی کنه، پشتش هم رژ لب ماتیک قرمز بزنه، پاش بره اونجا. خب بهش جایزش بدن، بگه آفرین باید. بعد این دوباره هی این مدلی این تیپی عکس بگیره بزنه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته مثلا تارا احدی اینو میبینه، خب میبینه که این مثلا ماتیک قرمز زده، دمپایی پوشیده اینا، و اون کار رو انجام نمیده. مائده زاره میبینه اون یارو این کار رو کرده، این کار رو انجام میده. خب میفهمی دارم چی میگم؟ یعنی مائده زاره تشبه به بیلی آیلیش میکنه، تقلید بیلی آیلیش رو در میاره، ولی تارا احدی این کار نمیکنه. این بسته به چی داره؟ بسته به ذات این دوتا آدم، ذات اون آدم یه چیز، ذات اون آدم. بعضی از ترکیب‌های مولکولی ادایونیا رو در میارن، بعضی در نمیارن، بسته به چیشون داره؟ به ذاتشون. الان جا افتاد قضیه. مثلا مائده زاره مثلا ذاتش آدم مقلدیه، ولی تارا احدی مثلا کار نداره که دمپایی میپوشه ماتیک قرمز میزنه. این مثلا مائده زاره مثلا از 5 سال پیش تا حالا مثلا دمپایی نمیپوشه، هیچ وقت ناخوناشو آبی نمیکنه، هر کی هم که بکنه این مثلا ناخوناشو سبز میکنه، میبینی؟ ولی مائده زاره نگاه میکنه ببینه مثلا آنجلینا جولی و نمیدونم نیکول کیدمن و اینا مثلا چیکار کرده. حالا اینو توضیح میدی، یه چیز دارن به تیا، یه مشخصاتی دارن توضیح. خب این حالا یونیده شدن، این حالا یونیده. یه تا سوالم بپرسم من، الان دیگه هیچکی به چیز نگاه نمی کنه؟ مانیا ادای ترکیبای یونی رو در میارن هنگام انحلال دیگه، میرن یون تولید میکنن، اونا موقع انحلال ترکیبای یونی در بات ذات درونشون یونه، جدا میشن، اینا در بات ذات درونشون یون نیست، میرن موقع انحلال یون تولید میکنن. حالا یه سوال من بپرسم، این عملیه خب ببین نگاه کن، مائده زاره میره اون کار میکنه، مثلا ناخوناش آبی میکنه، پشت شماتیک قرمز میزنه، مگه بیلی آیلیشه؟ خب ولی ادای اونو داره در میاره دیگه، اینا هم صرفا تقلید. حالا اگه سوالت اینه که چگونه تقلید میکنند، داستانشون اینه که یک انحلال برای ترکیب‌های یونی، انحلال برای ترکیب‌های یونی یک تغییر، حالا هر چی چشون قرمز میکنن، آبی میکنن، اینا چیه؟ ماتیک دیگه، لب میزنن، اینجا میزنن، سایه است، میگم ماتیکه، یه دیگه هم ماتیک رو برمیدارم به اینجا میزنم، به اینجا میزنم، به اینجا میزنم. عرض به حضور بزرگوارتون باشه که انحلال برای ترکیب های یونی، بچه ها انحلال برای ترکیب های یونی یک تغییر فیزیکی محسوب میشه. نمیدونم یادته یه جمله‌ای من گفتم اول راجع به انحلال، گفتم بین علما اختلافه که انحلال رو یک تغییر فیزیکی بگیرن یا یک تغییر شیمیایی بگیرن. خب
برای ترکیبات مولکولی صرفاً جدا بر ترکیبات یونی صرفاً جدا شدن یک تغییر فیزیکی انحلال، ولی برای ترکیبات مولکولی چون در باطن ذاتشون یون نیست ولی تبدیل به یون میشن، آی باریکلا پرنیان میراشه، تغییر شیمیایی میدن. تغییر شیمیایی هم ماهیت چی میشه؟ عوض میشه دیگه. به خاطر هم خب حالا نمیدونم جواب آهامانیه. خب حالا من یه سوال ازتون بپرسم، الان ذهنم مشغول شد. الان دیگه نیکول کیدمن و مثلا اینا رو کس ملسک نمیذاره نه؟ دموده شدن این زمان ما. نیکول کیدمن بود، خواهر بزرگوار آنجلینا جولی بود و یه خواهر بزرگوار دیگه ای داشتیم، خانم جنیفر لوپز. خانم جنیفر کراش دهه 50، 60 و 70 ایران خانم جنیفر. اون موقع هم کم و بیش هست، اون موقع هم خیلی امکانات این ریختی نبود. بعد نیکول کیدمن هم بود، خواهر بزرگوار شارون استون هم بود، اینا بودن. بیریدنی هم بود کم و بیش، خیلی نه خیلی بیریدنی نبود. یه گفته دیگه ای بود، نانسی هم امکانات نبود اون موقع دیگه. به هر حال امکانات نبود مردم. این چه ریختیه این که میگی؟ اینو یادم نمیاد. این حیفا رو خیلی اینم بودا، خیلی مثلا اینجوری نبود چیز بشه، خیلی اینا بود. بعد اون موقع خواهران سرزمینمون رو هم چیزه، خواهران سرزمینمون هم اون موقع این امکاناتی که الان شما داشتید و نداشتن دیگه. الان هر کدومتون اراده بکنید شبیه مثلا یکی از اینا میشید دیگه. خب نه از دهه 30 و 40 که صحبت نمی، دهه 70 اینا که ما جک جوون بودیم، دهه 70 یا مثلا 85 به قبل خیلی امکانات نبود که تغییر چهره بدن آدم ها. خب الان شما میتونی بری بکوبی یه چیز بسازی، از نو بسازی. ببین مثلا حالا برید مثلا تو زمان باباهاتون برگردید عقب به زمان پدران بزرگوارتون، میشه کی اگه گفتی مثلا نه بابا بزرگت که خب نه بابات یک تا بابات نه گوگوش همچنان مال نه. آفرین سوگن غلامی باباش اهل دل چیز سیبیل بود. آره بعد با یه کوفته دیگه لیلا فروهر. نه لیلا فروهر نه اون یکی کیه شاهاشو اینجوری میگه، سوزان چرمی، سوزان روشن. آره اینا برای زمان باباهاتون، سیبل و سوزان روشن برای زبان باباهای شد. الان مثلا چه میدونم سبا توکلی اراده کنه میشه شبیه بیلی آیلیش، یه 30-40-50 تومن هزینه میکنه میره میشه شبیه، میکوبه میسازه از اول میشه شبیه. مثلا مائده زارا هم میتونه باز شبیه همون بشه، تارا احدی هم میتونه بشه، آیلین همزلو هم میتونه بشه. اون موقع نمیشد دیگه، اون موقع نمیشد. چی بودی؟ عیسی مسیح آها آره یه عکس که گذاشته بودی اونجا این عیسی بود. خب عرض به حضورتون باشه که
حالا بریم از این مزخرفات بگذریم، از این مزخرفات بگذریم. چیز دیگه این هست. بعد حالا این یونیده شدن، حالا نکته جالبش اینجاست، یعنی از اینجا تازه داستان قشنگ میشه. یونیده شدن را انواعیست، یونیده شدن را انواعیست، نه الهه تازه اومدیم بود اینجا تازه گرم شد. یونیده شدن را انواعیست. یک کسی داریم که، یک کسانی رو داریم که کامل یونیده میشوند، یک کسانی رو داریم که ناقص و به صورت جزوی و به صورت تعادلی یونیده می شوند و این دوتا تومنی دوزار با هم فرق دارن. حالا یونیده شدن کامل یعنی چی؟ یک سری از ترکیبات کامل یونیده می شن یعنی چی؟ آقای نیک‌پیما، این ترکیباتی که کامل یونیده می شوند اینجوریه که در این ترکیبات تمام مولکول‌های تمام، خوب گوش بده ها، تمام مولکول‌های حل شده، تمام مولکول‌های حل شده پس از انحلال به صورت یون در می آیند. و اونهایی که به صورت کام ناقص یا جزئی یونیده می شوند، به صورت جزئی یونیده می شوند، اونا چی؟ اونا در واقع در آنها برخی از مولکول ها، برخی از مولکول ها پس از انحلال به صورت یون در می آید و باقی به صورت بقیه به صورت مولکول در محلول باقی. پس یه قیدی دارم من دیگه، قیدم چیه؟ تمامشون، تمام مولکول ها در یونش کامل، تمام مولکول ها میرن میشن یون در یونش کامل، و در یونش ناقص یا یونش جزئی چی میشه؟ برخی از مولکول ها چی؟ برخی از مولکول ها میرن میشن یون. به این قید توجه بود، یعنی همه شون نمیشه. حالا آقا بله، این میزان شدن متفاوته؟ آیا این میزان شدن متفاوته؟ میزان شدنه؟ بله متفاوته. آیا متر و معیاری برای اندازه‌گیری میزان شدن داریم؟ بله، یه چیزی داریم به نام درجه یونش، یه چیزی داریم به نام درجه یونش که در واقع میزان شدن رو در یک ترکیب، میزان یونیده شدن رو در یک ترکیب مولکولی نشون میده که اون چیز چیزی نیست جز آلفا.
آلفا میگه بهش میگیم درجه یونش آلفا میشه تعداد مولکول های یونیده شده، تعداد مولکول های یونیده شده به تعداد کل مولکول های حل شده. بعد اینایی که کامل یونیده میشن آلفا براشون چنده؟ یک. اینایی که جزئی یونیده میشن آلفا کمتر از یک. چرا؟ چون اینایی که کامل یونیده میشن هرچی مولکول میریزی میشه یون. اینجا دیگه هرچی مولکول میریزی یون نمیشه. چرا؟ چون همه شون یونیده نمیشن، برخیشون یونیده میشن. پس چی شو؟ اینم از این. فهمیدی تا اینجا؟ فهمیدی تا اینجا؟ خواهر بزرگوار من، فهمیدی؟ اگر فهمیدی، حالا ما یک مدل دیگری داریم. ببین گفتیم حل شدن نحوه انحلال دو جوره، یکی اونایی که پس از انحلال یون تولید میکنن، یکی هم اون دسته‌ای که چجوری حل میشن، چطور حل میشن. یکی هم یه دسته دیگری هستن به صورت مولکولی حل میشن، به صورت مولکولی حل میشن. حالا این دسته دوم که به صورت مولکولی حل میشوند دقیقاً دارن چه غلطی میکنن؟ دقیقاً به صورت مولکول های جدا از همه آب پوشیده در محلول به صورت مولکولای جدا از هم آب پوشیده در محلول در می آید. به صورت مولکولای جدا از همه آب پوشیده در محلول در می آید. و آنگاه باید بدانیم و آگاه باشیم این به صورت مولکولی حل شدن مخصوص ترکیبات مولکولیه. مخصوص کیاست؟ مخصوص ترکیبات مولکولی. یعنی فی الواقع شما میای و یک شخص شخیصی مثل سی او گازی شکل رو میندازی تو آب و میشه چی؟ و میشه سی او یکی. دیگه یون تولید نمیشه. ترکیبای یونی که جدا میشن اینایی هم که یونیده میشن اگه بخوایم مثال بزنیم شما یه بزرگواری مثل مثلا HCl رو میندازین تو در آب، HCl کی میگه ترکیب مولکولی نیست؟ لعنت بر پدر مادرش. کی میگه ترکیب مولکولی؟ ترکیب یونی 5 تا قاعده HCl میندازی تو آب، اینم گازه وا، ولی این میشود H مثبت AQ علاوه Cl منفی AQ. بعد یا مثلا یه ترکیب HF رو این بزرگوار هم گازه، این میندازی در آب، خب HF ترکیب یونی نیست که مولکولیه، میشه H مثبت AQ علاوه F منفی AQ. مدل حل شدنه به این صورتی هستش که داریم. با این که این ترکیب یونی نیست وقتی بره تو آب این اتفاق براش میفته. ما
مانیای سوال یا سوال کنید. نه دیگه پرنیان، اگه میتونستم میشدم. اینا اگه میتونستم میشد. الهه میگه که ببخش من افتادم بیرون اون قسمت آلفا کوچکتر مساوی. ببین الهه، مثلا اگر من 1000 تا مولکول HCl، 1000 تا مولکول HCl رو بندازم تو آ، از این 1000 تا مولکول HCl عین 1000 تاش میره میشه هاش مثبت Cl منفی. حالا 1000 تاش که نه، 998 تاش که میشه تقریبا تعداد مولکول هاش 998 تا، تعداد کل مولکول ها 1000 تا میشه 998000 رو میگیریم یک، این کامل یونیت میشه. اما یک کسی مثل HF 1000 تاش رو بندازم تو آب با همون دما، 1000 تا HCl 1000 تا HF 1000 تا HF 24 تا دونش فقط میره میشه هاش مثبت اف منفی. خب این دیگه 24000 میشه، کمتر از یکه، ولی این 998000 تقریبا یکه. این همش یونیده میشه، این یه تعدادیش یونیده میشه. الان گرفتی الهه؟ مانیا میگه که اون ترکیب مولکولی که یک سری از ترکیب اونایی که یون تولید نمی کنن به صورت مولکولای آب پوشیده تبدیل میشه. آره دیگه، مانیا اینا ها CO مثلا، CO یه ترکیب مولکولیه گازی شکل میشه COAQ، در صورتی که HF یه ترکیب مولکولیه اونم گازی شکل میشه هاش مثبت اف منفی. فقط آب ما فقط یاس آب رو بررسی میکنیم در کتاب درسیمون، در علم فقط آب نیست، ولی ما در کتاب درسیمون فقط آب رو بررسی میکنیم و آب یکی از مهمتریناشون، چون آب خود یونشن. پس ترجیح ترکیبات مولکولی برای هرشان پرنی، یا منظور تا ترجیح اگه اینه که یه تعداد زیادیشون یونیده میشن، یه تعداد مثلا کمیشون مولکولی حل میشن، نه ما واقعا نمیدونیم، اینو نمیدونیم. من خودم یکی ازم بپرسه نمیتونم یه متری بدم، ولی اگه مثلا بخوام یه قیدی استفاده کنم، مثلا قید سام تایمز رو میگم دیگه، مثلا بعضی وقتا واقعا و نمیدونیم که بعضی وقتا اینجوری، بعضی وقت کدوم بیشتره نمیدونیم. خب بله، اونایی که مولکولی حل میشن دیگه یونیده نمیشن دیگه، اگه یونیده بشن دیگه مولکولی حل نمیشن، اگه مولکولی حل بشن دیگه طبیعتاً یونیده نمیشن. منتها خب این به معنای این نیستش که یه تعداد بیشتری یونیده میشن، یه تعداد کمتری مولکولی حل میشن، نه. بعضی ها یونیده میشن، بعضی ها مولکولی حل میشن. معناش. خب این از حالا. اگر مختون میکشه، الان قصه الکترولیت غیر الکترولیت هم بگم. اگه مختون نمیکشه بریم استراحت. مائده خیر نمیکشه، خدا رو شکر بچه های پرتاقتی هم هست، خدا رو شکر بچه های پرتاقتی هم هست. برید بازی کنید.